بینش جهانی این دینهای سامی در باب خلقت گیتی آن است که خداوند گفت نور باشد، نور بود و خوشش آمد. مغلطه از همینجا شروع میشه، یعنی که خدا نمیدونست نور چیز خوبی است، به معنی که خلق کرد یعنی چیزی که نمیدونست خلق کرد و خوشش آمد، گفت نور باشد، نور بود. بعد چیکار کرد؟ بعد آمد دنیا رو در 6 روز کار کرد، خسته شد. ان الله هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام، در 6 روز خلق کرد. حالا بغلطه دوم این است که از کنم که روز و شب برای ما آدم های روی کره زمین معنی دارد. چه معنی داره برای خدا روز؟ روز زمانی است که زمین بچرخه، خورشید هم باشه. وقتی تو میگم تو قسمت تاریک میگویم شب، اون روز هم میگیم روز. یعنی از ابتدا تا آخر پر مغلطه است. بعد هم آدم رو خلق کرد، یعنی در واقع خدا رو به مثابه یک نجاری متصور شدن که صندلی درست میکند، خلق کرد. و بعد آدم رو خلق کرد و بعد این آدم رو نمیدونم از حماء مسنون، یعنی لجن گندیده، شما فکرشو بکنید، لجن گندیده خلق کرد. بعد گویا دچار فراموشی شده نویسنده، یا اینکه نمیدونم رد می شده، اسکلتی دیده استخوناش سخته، گفته که این از گل کوزه‌گریست. از اینجور داستانایی که خیلی بچگانه است، روی هیچ پایه‌ای نیست. یعنی شما 1 دقیقه هم اینها نمی توانن از این ذهنیتشون دفاع بکنن. با 2 تا سوال همه ساختمان فرو می ریزه. این انسان شناختش بود، به اختصار این هم گیتی شناختش بود. بعد این انسان که اشرف مخلوقات هست و خدا او رو ساخته است که این گنج مخفی رو کشف بکند و اینها، خدا تله میزنه در بهشت، تله میندازه، میاد و میگوید که شما آدم و حوا هستید و هر شبتی در این باغ بچرید، دست به فلان فلان درخت نزنید. یاد روایت مختلف مسلمان گندم درخت سیب از این نخورید. بعد مار میاد فریب میده، نمیدونم زنه رو فریب میده، زنه مرده رو فریب میده. از همینجا توسری و گرفتاری و پس شمردن زن به خاطر گناه نخستین آمده است که هنوز زنان بیچاره در این کشورهای مسلمان هنوز جز انسان محسوب نیستن. بعد میروند و میخورند از اون میوه. بعد آگاهی پیدا میکنند به بدن خود و سکشوالیتی خود و خدا وارد میشه، اینا پنهان میشن. اینها میاد و عرض کنند که خدا میگه های آدم کجایی؟ یعنی خدا نمیدونه آدم کجاست، میگه من اینجا هستم. خلاصه بعد اردنگ میزند اینها رو از اونجا بیرون میکنه. حالا این چه خدایی است که تله میندازه؟ یعنی خدا نمیدانسته که اگر که اینها رو بگوید که این میوه رو نخورید خواهند خورد. خدا جاهل بوده نسبت به آینده. ببینید هیچ کجاش نمیشه قبول کرد. و اگه خدا خداست که میدانست که اگه چنین بکند چنین اتفاق خواهد افتاد، بنابراین در واقع صحنه سازی به جرم کرده این یهوه. و منشأ همه این ها هم توراته، هموطن، بقیه رونویسی این تورات هست. خب این اشرف مخلوقات و نمیدونم چی و که میخواد گنج مخفی رو کشف بکند و همه فرشتگان در مقابل قضاوت کردن بابت خوردن یک سیب پرتش کرده اینجا این در این خاکدان غم در این تبعیدگاه باشد، حالا تا ببینیم که بعد در باب چی کار. یعنی هیچ چیز عمیقی، هیچ داستانی، هیچ منطقی، هیچی درش نیست.